كامبرباتش، درود سلام. متشکر که این حرف رو گفتی. خیلی موافق بودم با حرفات تو این مورد آخر. به نظرم چون منم خیلی روی این موضوعات فکر کردم قبلا، به نظرم میاد که پذیرش حقیقت خیلی کمک میکنه که اون واقعی تلخ بتونیم هضم کنیم، و به نظرم باید به این درک برسیم که خب بخش بزرگی از، حالا نمیدونم بیشترش یا مثلا نصفش، حالا نمیدونم چقدرش، ولی بخش بزرگی از زندگی درد و رنج و مصیبته و قرار نیست ما برای اینها یه راه فراری درست کنیم. موافق هستی؟ درست. یعنی اگه یه پدری داشتیم، یه مادری داشتیم فوت کرد، حالا یه مدتی براش باید عزاداری کنیم و دیگه باید ختم کنیم ماجرا رو، نباید. و فکر میکنم که همین که انسان هم معتقد شدن یه بهشتی هست، یکی از دلایلش میتونه این باشه. یعنی هم میترسیدن که خودشون بعد از مرگ چه اتفاقی براشون میفته، از این عدم و نبودن میترسیدن، هم در مورد خودشون و هم در مورد نزدیکانشون. از این جهت خیلی موافق بودم. بعد اون دوستی هم که اومد گفتش چطوری اعلام کنیم توی محیط خانوادمون به پدر و مادرمون که ایتیست هستیم، من فکر میکنم از این کلمات و از این عناوین استفاده نکنه خیلی بهتره. این تجربه شخصی خودم، مثلا یه نفر اگه از یک دین رفته، مثلا از بودایی مثلا اومده برهمایی شده، مثلا خب مثال گفتم، نیاد بگه من این دین رو گذاشتم کنار به این دین اومدم، خب بگه من از اون اعتقادات قبلی خودم دیگه اعتقاد ندارم. یعنی این قوهش خیلی کمتر از اینه که بگه من وارد این مجموعه شدم، نگه من ایسیس شدم. اصلا بیشتر خانواده های ایرانی اصلا این کلمه رو که استفاده کنی متوجه نمیشن منظور چیه، باید برن تحقیق کنن بفهمن ایتیس یعنی چی. هیچ لزومی نداره توی خونه بگه که من ایتیس شدم، من چی شدم. فقط بگه که من، چون توی محیط ایران یک جور جا افتاده، چیز روتینی هست الان، یا حتی توی ایرانیان خارج از کشور توی بستر فرهنگی هستیم که یه چیز جا افتاده و روتینیه که جوونا بگن که ما خب از عقاید شما خوشمون نمیاد، عقاید شما رو اعتقاد نداریم، ما اعتقادات مذهبی نداریم. اگه این رو بگن، خیلی استکاکش بین اون و خانوادش خیلی کمتر از این میشه که بگه مثلا من ایدین شدم یا ایتیس شدم، و اینکه میتونه خیلی تدریجی و ذره ذره منتقل کنه اینا رو. خب من میگم بستگی داره دوباره، خب مرحله‌های مختلفی داره. به نظر من مرحله اولش اینه که اصلا نگین که عقیدتون چیه، بپرسین که اگه به نظرت سوال کنین که نظرتون درباره شک کردن چیه. خب بعد مرحله بعد، من ممکنه تا هم مرحله بمونین کافیه. خب مرحله بعد تا کدوم مرحله میخوایم بریم بستگی داره که چقدر تالرنس وجود داشته باشه برای برای سوال کردن توی محیطی که هستین. خب بعد مرحله بعد ممکنه اصلا نگین که مثلا من عقیده ندارم. مرحله بعدی اینه که بگین که خب من به یه سری چیزا شک دارم. خب بعد مرحله بعدی ممکنه این باشه که بگین من به این چیزا عقیده ندارم. خب ولی من فکر کنم اگه تو محیطی داشته باشین که مثلا وجود که برای شما ریسک نداشته باشه، به نظر من ارزش داره که بعدم حتی خود روش لیبل بذارین، بگین که اول مرحله بعدش این که بگین من بی خدا هستم، یا حتی اگه اونم قبول شد دیگه اسم ATS هم به عنوان لیبل بیارین. دلیل این که البته اگه ریسک نباشه و اگه شما تالرنس ریسک داشته باشین، خب یعنی بستگی به خود، هم بستگی به محیط داره هم بستگی به خودتون داره. من پیشنهاد نمیکنم به این کسی رو، خب یعنی خودتون باید این چیزا رو تصمیم بگیرید. ولی به نظر من اگه اون مرحله قبلی رو رد کردین یا اینکه اصلا خواستیم بپرین تو مرحله آخر، ارزش این رو داره که ما بیایم این لیبل ATS رو استفاده کنیم، یا یعنی که اول بی خدا بعد ATS، به خاطر نرمالیزه کردن. خب نرمالیزه کردن این حرکت، ببینی شما مثلا ممکنه توی جامعه، آره ببین مثلا توی این حرفی که شما میزنین، خب خیلی از کسایی که مثلا گی بودن توی دههای 1960 و اینا، مثلا توی آمریکا هم گی ها به همدیگه میزدن. خب
میگفتن که با نگین به کسی. خب ما بیایم اینجا خودمون توی میایم همدیگر میبینیم، پارتی های مخفی خودمون رو داریم، کسی ما بیایم اصلا چرا بگیم که مثلا ما گی هستیم؟ لازم نیست که بگیم. اینو باعث میشه که مثلا مردم به ما واکنش بدی نشون بدن، خیلی اصلا نمیدونن این یعنی چی، سخت براشون قبول کردن، باید برن مطالعه کنن، براشون عجیب غریبه این چیزا رو نگین اصلا. خب ما خودمون بیان اینجا مثلا با هم یه گروه های تشکیل میدیم زیرزمینی با هم اینجوری رابطه داریم. ولی خب بعضی گفتن نه یعنی چی، ما میایم این لیبل اینو مثلا میکنیم، یه حرکت میکنیم، اینو یه موومنت میکنیم، هر چی بیشتر اگه شما براتون سخته، براتون ریسکه، خب شما نگین که گین مثلا. خب ولی اونایی که میتونن یا اونایی که میخوان یا اونایی که مثلا ظرفیتشو دارن که بیان ریسک بکنن، البته بدون قضاوت برای کسایی که نمیخوان، بیان بگن که نه ما گی هستیم، ما اینیم، ما اونیم. بعد از چند مدت یه چند سلبریتی اومدن گفتن که آره ما هم هستیم. هی آروم آروم کسایی که از این وحشت داشتن میترسیدن، کسایی که از این حالشون به هم میخورد، دیدن که مثلا کسایی که اصلا دوست دارن، کسایی که تو زندگیشون هستن، کسایی که بهشون افتخار میکردن، هی آروم دیدن ای اینم گیه، ای اونم گیه، ای این سلبریتی هم گیه، ای این سیاستمدار هم گیه. بعد از این مدت دیگه الان نگاه کنین چقدر سریع دیگه نرمالیزه شد. یعنی شدید سرعتی که گی بودن مثلا تو کشور غربی نرمالیزه شد از چیزی که خیلی پیش بینی میکردن بیشتر بود. خب من میگم فکر کنم اگه این لیبل ها، بعضی میگن لیبل دوست ندارن، خب لیبل برای نرمالیزه کردن یک حرکت خیلی مهمه. من میگم اگه که کسایی که میتونن بیان این لیبل ATS بودن رو استفاده بکنن، آروم آروم هی مردم ببینن. خب ببین ما نمیخوایم بگیم ATS ها خوبن، بالاخره ما خیلی همون هم آدم های عوضی هستیم بعضی همون. خب ما میخوایم بگیم که بدتر نیستیم، ما هم خوب داریم هم بد داریم. ما میخوایم بگیم که ما از ممکنه بعد از شما آدم بد داشته باشیم، ولی برای شما ما آدمای خوب داریم، یعنی از شما بدتر نیستیم. یعنی شما ما مثل بقیه ایم، ما هم تو جامعه هستیم، هم خوبامون هست هم بدامون هست. هرچی بیشتر کسایی بگن منم ایسی هستم منم ایسی هستم، بعد از این مدتی نرمالیزه میشه این موضوع. من برای همین میگم این لیبل استفاده کردن ارزش داره. من نمیگم اینا الان تو ایران استفاده کنین، ولی جاهایی که میشه، کسایی که میتونن، کسایی که ریسک براشون کمه، مثلا تو ایران مثلا نیستن، این لیبل استفاده کردن به نظر من کار خوبیه. بگو ببین از این نسلی که گذر کنیم به نظرم دیگه داره جا میفته یه سری مسائل جدید، مخصوصا در مورد حالا اون در مورد هویت جنسی کم سخت‌تره، ولی در مورد باورهای مذهبی و اینا فکر می‌کنم از این پدر و مادرهای نسل مثلا 50 و اینا که عبور کنیم خیلی شرایط درست میشه. الان کسی که متولد 1180 باشه، 1380 شمسی، هجری شمسی، الان حدودا 20 سالش میشه، درسته؟ درست. یعنی اینا که اگه تشکیل خانواده بدن قطعا خیلی متفاوت میشه و این لیبل ها خیلی راحت اعمال میشه کردشون، هیچ نیازی به درگیری و استکاک و اینا فکر میکنم نداشته باشه. یکم اگه صبر کنن و فکر میکنم یکم هم اگه خب توی محیط خانواده فعلا قبل از سن قانونی اینا کسی باشه، فکر کنم بهتر باشه خیلی رو خودش اسم نذاره. نمیدونم چقدر موافقی. یکم که وارد خودش وارد جامعه بشه، یکم استقلال مادی داشته باشه، فکر می‌کنم خیلی بهتر باشه براش. دقیقاً، نه اینو قبول دارم. مهمترین چیز اینه که استقلال داشته باشین. این خیلی حرف درسته. بازم برای همین همیشه من میگم بستگی داره. مثلا وقتی مرزیا میگن این کارو چیکار کنیم، چجوری مثلا به پدر مادرمون چی بگیم، به زن شوهرمون چی بگیم، همیشه بستگی داره. همیشه بستگی داره. ما وقتی هم میام جواب میدیم، جواب مثلا به یه سناریوی خیلی خاص جواب میدیم و اونم تازه جوابی داریم میدیم که مثلا برای من من انجام میدادم. ممکنه کاری که من انجام میدم ریسکی باشه که مثلا کسی دیگه حاضر نباشه انجام بده، یا یه کسی بیشتر از من حاضر ریسک بکنه. بعضی حاضرن، حتی بعضی من آتئیست توی عربستان سعودی الان میشناسم که نه تنها میخوان بیان میگن ما ATSن، دارن تو عربستان سعودی دارن گروه های ATSD تو خود عربستان تشکیل میدن. خب من همچی کاری نمیکردم، من همچی جرأتی ندارم. خب تو بنگلادش بعضی هستن ATS بلاگر هستن، دو تا دوستاشون هم کاملا اینجوری از دست دادن، ولی هنوز هم دارن میان درباره عقایدشون میان مینویسن، بهشون هم میگن نمیترسین که یک کسی بیاد با شما این کار انجام بده؟
من این دیدم میگفت آره معلومه که میترسم، گفتم خب بچه ادامه میدین؟ بعد میگفت خب اگه من ادامه ندم کی ادامه بده؟ خب من هم چیکار، من اگه تو بنگلادش زندگی میکنم در برای بی خداییم اینجوری نمیمدم بنویسم، من هم جرات ندارم. خب ولی خب من نمیتونم بیام بگم باید این کار نکن، اینا تصمیم گرفتن که این فداکاری رو بکنن، من نمیکنم. ولی خب مدیونی ما تمام آزادیایی که داریم، تمام حقوق مدنی که داریم، همه این چیزا رو به خاطر این الان داریم که یه سری کسایی مثل این آدما اومدن یه همچین ریسکای کردن. یعنی من نمیام که حق ندارم بیام بگم که این کارو بکن به کسی، ولی حقم ندارم بیام به کسی بگم نه این کارو تو نکن، این ریسک چه کاری داریم کنی، ریسک زیاد داریم کنی. ما فقط تنها کاری میتونیم بکنیم برای همچین کسایی اینه که بگیم ممنون واقعا به خاطر اینکه شما این که دارین اینجا ما رو میبرین جلو. درسته. آرمین جان چقدر روی لایوی؟ چند دقیقه دیگه هستید؟ من الان باید برم، ولی فقط آریان و انسان خردمند رو جواب میدم بعد میرم. من یه فرد میخواستم یه سبب من یه درخواستی دارم از شما. بفرم. اگه میشه نمیدونم چقدر حضور ذهن داری، یه چند تا منبع خوب برای مطالعه معرفی کنی. الان؟ آره الان. خب خب چیزی که من دوست دارم سلفش جین ریچارد داکینگز ترجمه شده آرمین جان؟ من فکر کنم اگه نشده باشه که چه افتضاحه که تو ایرانی نگه ترجمه نشده باشه. آره من فکر کنم معلومه ترجمه شده معرفی آره. کنی برای ما بهتره. خب ترجمه کتاب من ترجمه شده Why There Is No God، مجانیش هم مجانی هم هست. لینکش من کتابو آه خب لینکش تو دیسکریپشن همین ویدیو هست، مجانی هست که بخواد پی دی افش رو میتونه بره دانلود بکنه. دیگه چه کتابایی هست؟ این کتابو کسی میدونه ترجمه شده یا نه؟ مال استیون پینکر، Enlightenment Now. کسی آیا میدونه این ترجمه شده؟ فکر کنم این باید ترجمه شده باشه. این خیلی کتاب خوبیه برای اینکه به شما نشون میده که چه عقاید خوب چه جوری جامعه رو عوض میکنه. بعضیا خیلی فکر میکنن مثلا ما میام میگیم مثلا عقاید عصر روشن فکری که عقاید انلایتمنت هستن فقط در مثلا فلسفه است و ما داریم چرت و پرت میگیم، فقط میگیم این عقاید بهتره. ببین وقتی مثلا کسایی که توی فلسفه و توی دین و اینا میان میگن این عقاید بهتر، این عقاید خوبه، اون عقاید خوبه، فقط بر اساس تئوری دارن میاد میگن. در صورت عقاید عصر روشن فکری که ما اسمش رو میذاریم انلایتمنت، خب عقایدیه که ما آمار داریم که جامعه رو جامعهش تاثیر میذاره. یعنی شما اگه این کتابو بخونید تمام آماری هم که نشون میده که مثلا چجوری این عقایدی رو که ما داریم اینجا تبلیغ میکنیم چجوری رو جامعه تاثیر داره، تمام اینا رو هم با منبع یکی یکی برای شما توضیح میده که ما این عقایدی رو که داریم تبلیغ میکنیم فقط بر اساس اینکه مثلا ما فکر میکنیم اینا عقاید بهتریه نیست. اینا واقعا این عقاید اصل روشن فکری برای این اول مود شد که یعنی کسایی که شروع کردن خودشون سند نداشتن، خودشون کسایی که شروع کردن، کسایی که این عقاید رو برای اول بار معرفی کردن بر اساس یه دلایلی که مثلا گفتن آ این عقاید توی مثلا طبیعت، توی فابریک طبیعت، این عقاید خدا آورد، این حقوق خدا به انسان ها داده. یعنی خودشون دلایل خوبی نداشتن برای که این عقاید چرا باید این عقاید رو ما باید مود کنیم. ولی بعد الان دیگه بعد از چند صد سالی که گذشته به اندازه کافی ما آمار داریم که نشون بدیم که چرا این عقایدیه که ما باید چیز کنیم، باید تبلیغ بکنیم. کتابای دیگه هم که من نمیدونم کدوم از این کتابا به انگلیسی به فارسی ترجمه شده، یه کتاب هست خیلی قشنگه Under the Shadow of the Sword by Tom Holland، نه هنرپیشه ولی یه تاریخدان تام هالند. من اگه به فارسی ترجمه نشده اون حتما باید به فارسی ترجمه بشه، خیلی کتاب عالیه. به شما نشون میده که مثلا چجوری ما اکثر چیزایی که درباره اسلام میدونیم بر اساس یعنی بر اساس هیچ مدرکی نیست. تمام داستانایی که درباره محمد و اینا میدونیم همشو به نظر از هیچ ساخته شده. خیلی قشنگ، خیلی کتاب خوبیه. دیگه کتاب من اکثر کتابایی که خوندم نمیدونم کدومش به انگلیسی ترجمه شده کدومش نشده. این کتاب اگه کسی به فارسی ترجمه کنه خیلی خوبه. بذارید من این نشون میتونم این کتاب رو. من این کتاب رو خوندم، خیلی کتاب خوبیه. Sex and God: How Religion Distorts Reality. یه سکس و خدا چجوری دین
سکشوالیتی رو خراب میکنه با دکتر دارل ری. البته این کتاب هم اکثر این کتاب هایی که نشون میدم چیز شده نویسندهش برام سنگ کرده. این کتاب ها اگه کسی ترجمه نکرده به فارسی اینو یه نفر بره به فارسی ترجمه کنه. این برای من فکر کنم توی ایرانی الان خیلی لازمه. بفرمایید آرمین جان. منم اگه اجازه باشم کتاب معرفی کنم. یه دونه کتابی هست به نام انقیاد زنان، جان استوارت میل. همین جان استوارت میل یه کتاب دیگه هم داره اسمش رساله‌ای در باب آزادیه. بعد اگه یکم هم دوستان مطالعه زیادی داشت، من خودم که نمیتونم این کتاب بخونم، ولی به شدت کتاب تحسین شده یه اخلاق اسپینوزا، اینم خیلی خیلی کتاب سنگینه. آره ولی این کتاب، این کتابای دوران همین روشنفکری که شما میگی، مثلا اینا کتاباییه که به ما نشون دادن که برای اولین بار این اصول اصل روشنفکری رو به ما معرفی کردن. خب ولی اونا در حد تئوری بود که نشون دادن که مثلا به ما معرفی شد، ولی این کتاب Enlightenment Now چند صد سال بعد از اینکه اون اشخاص اومدن نقاد به ما نشون دادن، معرفی کردن، این کتاب به شما دارن واقعا نشون میده بر اساس آمار که آیا واقعا اون عقاید نتیجه‌ای که باید میدادن دادن یا ندادن. اگه این کتاب رو بخونید اینو خواهید فهمید. اینو یه نفر به فارسی اگه ترجمه نشده اینو به فارسی یه نفر ترجمه کنه، اینو ما واقعا لازم داریم. درسته. آرمین یه برنامه‌ای هم اگه تمایل داشته باشی، حالا نمیدونم، فکر نمی‌کنم شخص مورد نظرش رو متناسب با اون برنامه خیلی راحت بشه پیدا کرد، نقد اسلامیک میستیسیزم. اگه یه برنامه‌ای بشه داشت، چون به شدت مسخره و به نظر من حالا از لحاظ ادبی خب زیبایی‌هایی داره، استاتیکی داره، ولی از لحاظ خب علمی و اینا خیلی یه چیز عقب مونده، نمیدونم، هیچ تناسبی با دوران مدرن نداره. واقعا مطالب مسخره‌ای اونوا میکنن، ولی چون از آرایه‌های ادبی و ادبیات استفاده میکنن، خیلی ظاهر شیک و یه پوشش جذابی داره. اگه بشه اینها رو هم نقد کرد، خیلی فکر میکنم اتفاق جالب باشه. یه توی برنامه ای هم برم سراغ دو نفر مونده، یه برنامه ای هم همه منابع و مثلا میتونی یه تعداد زیادی از منابع معرفی کنیم و استفاده کنیم. خیلی ممنون. باشه. ما معمولا مهمونم که میاریم خیلی هاشون کتاب دارن، منابعشون هم معرفی میکنیم آخر برنامه. این رایفی پور هم نقد کن لامصبو. من هر دفعه میگم یک بیا به من ویدیو بدین، من بعد میرم نگاه میکنم میرم کسی به من ویدیوی خاصی نداده. حالا من دوباره امروز برات میفرستم. باش تو همین کامنت همین ویدیو اگه میشه بذار. ممنون، مرسی. ممنون، فعلا. خدا حافظ.